همونطور که مطلع هستید ما در شرایطی به استقبال از روز جهانی کارگر و گرامی داشت و اون میریم که اعتصاب کارگران و زحمتکشان صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در شهرهای مختلف کشورمون ادامه داره. در همین رابطه همراه میشیم با آقای فرید معدومی تا از علت و کم و کیف اعتصاب برای بینندگان ما توضیح بده. اما قبل از اون تصاویری از اعتصاب کارگران رو با هم ببینیم و به ما سوال رو مطرح میکنیم. بله، ملاحظه میفرمایید اینجا شرکت توسعه فولاد سیرجان هستش. همه کارگرا به اعتصابات سراسری ملی پیوستن، دم همشون گرم، پرنده هم پر نمیزنه اینجا. لعنت بر جمهوری اسلامی. تاریخ 5/2/402 پالایشگاه بیت بلند 2 شرکت مپنا، خروج نیرو از پالایشگاه و همراهی با کمپین 402. موفق باشید. کمپین سراسری 5/2/402 شرکت سلمان فارسی، همه جمع شدن، کارگاه هم تعطیله، سوت و کوره. امروز 5/2/402 سومیلی عرب به کمپین پیوست با امید موفقیت. بله، با سلام شما آقای معدومی، میخواستم برای بینندگان ما لطفا توضیح بدین که کم و کیف اعتراضات کارگران صنایع نفت و پتروشیمی در چه نقطه ای هستش و خواسته هاشون چی هست در این مقطع؟ بله، با سلام خدمت شما و خدمت بینندگان تلویزیون ایران آزادی و درود فراوان به کارگرانی که برای گرفتن حق و حقوقشون دست به اعتصاب زدن، یک اعتصاب قهرمانانه و بسیار گسترده. در پاسخ به سوال شما باید بگم که امروز هفتمین روز اعتصاب کارگران بود. کارگران پروژه‌ای صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاه‌ها، صنایع فولاد و معادن و مس و سایر کارگران در این اعتصاب شرکت دارند. برای اطلاع بینندگان عزیز باید عرض بکنم که اولین اعتراض و اعتصاب هماهنگ کارگران در سال 1402 که بعد از تجمع و اعتراضهای جسته‌گریخته‌ای که وجود داشتش به این صورت شکل گرفت و بسیار گسترده است. اعتصاب کارگران به 106 کارگاه و شرکت صنعتی در 37 شهر و 13 استان تا امروز صبح گسترش داشت و از امروز صبح 3 شرکت دیگه باز به این مجموعه پیوستن. کارگران به مصوبه دولت رئیسی جنایتکار برای افزایش 27% حداقل دستمزد معترضن. عرض کنم که اونا معتقدن که 27% افزایش حقوق اصلا متناسب و تراز با تورم موجود نیست. تورم بسیار بالاتر از این هاست، تورم 60% و این افزایش حقوق به دردی رو دوا نمی کنه. عرض کنم که جدای از مسئله بس حقوق و دستمزدهای اینها، مشکلی که هست همین حقوق و دستمزد هم با تأخیر داده میشه. پیمانکارا یا با فاصله چند ماهه این حقوق رو میدن یا اینکه بخشیش رو بالا میکشن و البته از اون ورم خود رژیم دستی داره در این قضیه، در این چپاول، و حقوق کارگران رو دیر به پیمانکارا میده یا اونم سهم خودش رو ازش بر میداره. به این ترتیب وضعیت کارگران میبینیم که بسیار وحشتناکه و در شرایط بسیار بدی دارن کار میکنن. جدای از مسئله حقوقی، اون چیزی که کارگرها باش مواجه هستن مسئله فقدان ایمنی، شرایط ایمنی در کاره که منجر به این شده که در سال گذشته، سال 1401، چند شاید بگم صدها نفر از کارگران در حوادث مختلف کارگری و سوانه کارگری جونشون از دست بدن یا قطع عضو بشن. جدای از این بحث امنیت شغلی کارگرانه،
این کارگران همونطوری که اطلاع دارین اکثرا پیمانی و قراردادی هستن. کلن شرکت صنایع نفت و پتروشیمی 2/3 از کارگراش قراردادی و پیمانی هن. یعنی اینه که امنیت شغلی ندارن، یعنی هر زمانی که کارفرما یا پیمانکار بخواد میتونه اونا رو اخراج بکنه. کما اینکه در اعتراض قبلی تعداد زیادی از این کارگران معترض رو اخراج کردن و یا حتی زندانی کردن که بخشی رو هم زیر وثیقه های سنگین بردن. این به طور خلاصه وضعیت این کارگرانه که خواستم خدمت شما عرض کنم و مسئله درآمدهاشون و اعتراضاتی که دارن. در خدمت شما بله بفهمید. خواهش میکنم. بله حتما ممنون از توضیحاتی که دادی. خب شما اشاره کردین که امروز 7 روز اعتصاب کارگران شرکت های مختلف صنایع نفت و پتروشیمی هستش. ما خواستیم بیشتر در مورد وابستگی این شرکت ها و همچنین انعکاس اعتصاب کارگران در رسانه های حکومتی اگر توضیح در این رابطه بدید ممنون میشیم. بله، من قبل از اینکه به وابستگی این شرکت ها بپردازم، اول این رو باید اشاره کنم خدمت شما که رسانه های حکومتی کلن ابتدا سکوت بودن و سعی کردن اصلا وارد این خبر این اعتصاب نشن و اشاره ای هم بهش نکنن، که نهایتاً یه جاهایی خبرها چون گسترده بود درز کرد و خبراش رفت و تعدادی از رسانه‌های رژیم مجبور به اعتراف شدن. در مورد خود این شرکت ها همونطوری که شما و بینندگان عزیز اطلاع دارن و کارگرها طبعا بیشتر از همه مطلعن، تمامی این شرکت های پایه‌ای در رژیم مثل نفت، گاز و پتروشیمی تماما در کنترل سپاه پاسدارانه و مدیریت این شرکت ها کاملا از فرماندهان سپاه هستند. رژیم تمامی این صنایع رو در کنترل خودش داره، درآمدهای نجومی رو از این شرکت ها برای حفظ نظام به کار میگیره، پروژه های ضد میهنی مثل اتمی و موشکی و صدور تروریسم و جنگ افروزیش از طریق درآمد همین شرکت هاست و همچنین گسترش تروریسم در خاورمیانه، اجیر کردن مزدورهای خارج کشوری. اما نکته ای که میخواستم اینجا خدمت شما عرض بکنم که نشون میده اهمیت این اعتصاب ها رو اینه که ببین، 2 سال پیش فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا خودش اعتراف کرد که 40% بنزین کشور در پالایشگاه ساخته شده توسط قرارگاه خاتم تولید میشه. یعنی اینکه اینها تولید بنزین رو جز مایملک خودشون میدونن و میگن ما همچین چیزی رو تولید کردیم. نتیجه این که اعتصاب کارگران صنعت و نفت و پتروشیمی از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. مثلا خبرگزاری ایلنا دیروز اشاره کرده بود کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری نفت و گاز در سایت‌های مختلف به شرایط شغلی و معیشتی خود اعتراض دارند. کارگران در پتروشیمی بوشهر برخی فازهای عسلویه و همون چیزی که عرض کردم خدمتتون مجبور به اعتراف شدند. اینها اشاره کردند که در پتروشیمی گشتساران، پالایشگاه بیدبلند، پالایشگاه آبادان به اعتراضهای صنفی پیوستن. البته اینها تنها گوشه ای از قضایا رو مطرح کردن. اگر اجازه بدین من میخوام یک اشاره ای هم بکنم به ترفندهایی که رژیم به کار برده برای درهم شکستن این اعتراضات و اتحاد و همبستگی که بین کارگران هست. از روز گذشته و تقریبا از پریروز رژیم شروع کرده به چندین عمل به اصطلاح همزمان با هم چند اقدام مشترک رو داره انجام میده. یکم این که اومده از طریق بعضی از این پیمانکارای مزدور شروع کرده به اصطلاح تطمیع کارگرا که به سر کارتون برگردین و ما یک مجموعه چیزها رو به شما اضافه میکنیم، که البته کارگرا رد کردن و گفتن همچین چیزی رو ما قبول نداریم، باید با توافق کارگران باشه، هر اضافه حقوقی هم قراره صورت بگیره و باید تراز تورم باشه و همون 79% درخواستی که خودشون دارن.
یک موضوع دیگه، رژیم باز از طریق منابع سایبری خودش پیامک فرستاده برای کارگرا که شما این چیزی که دارین، این شرکت در این اعتصاب جرم محسوب میشه و اگر ادامه بدین از کار اخراجتون میکنیم و باید فوراً بیان خودتون رو معرفی بکنین، که البته این هم با تمسخر کارگرا روبرو شده و کسی مراجعه ای نکرده و همچنان بر اعتصابشون پایدارن. مسئله سومی که رژیم سعی کرده با این اتحاد کارگرا رو بشکونه و این اعتصاب رو بشکونه اینه که اعلام کردن که کارگرانی که سر کار نمیان ما به جاشون میریم کارگرای خارجی استخدام میکنیم، که این دیگه خیلی مضحکه است و همه کارگرا تا جایی که ما شاهدش بودیم و توی فضای مجازی هست این رو به مسخره کشید، به تمسخر کشیدن، میگن آقا تو حقوق ریالی ما رو نمیدین، پرداخت نمیکنین، چجوری میرین کارگر خارجی میگیرین و حقوق دلاری به اونا میدین، که این خودش یک موضوعی شده. خلاصه کنم چون نمیخوام وقت برنامه‌تون رو بگیرم، رژیم به انواع مختلف تطمیع، ارعاب، نمیدونم همین اقدامایی که توضیح دادم خدمت شما، سعی کرده این اتصاب رو بشکنه و خوشبختانه تا الان موفق نشده و این اتحاد و همبستگی وجود داره و رو به گسترشه. با تشکر از شما. بله، ممنون از شما آقای مردمی، توضیحات بسیار مبسوطی که در رابطه با اتصاب گسترده کارگران دارید. ممنون از حضورت. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار من قرار دادید.